از جنس چیستی؟ شکیده هایی از زندگی من. هنگام که نوجوانی تازه در من دمیده بود، چند چیز بیش از همه مرا به خود می‌خواندند. داستان‌های تاریخی، سینما، ترانه، ورزش و رفت و آمد با دوستان پسر و یا دختر. کتاب فروشی سعادت در منیریه برای من جایگاهی بود که دست کم دو روز در هفته با آن سر می‌زدم. آنجا هم می‌توانستی خرید کنی و همان که با هفته‌ای 10 ریال کتاب کرایه کنی. پیشتر از این برایتان از مهرم به سینما و نمایش خانه های آن روزگار تهران گفتم. این هنر هفتم برای من کششی گران داشت. هیچ شادی بالاتر از آن نبود که در تاریکی بنشینم و گواه آنچه بر پرده می گذشت باشم. ترانه و موسیقی نیز در همه روزها و شبهای من جاری بودند. همه آنچه به زبان مادری خوانده می شد و چه به زبانهای دیگر برای من جهانی از زیبایی می ساختند که چنان در من ریشه دوانده بود که سالها پس از آن دستمایه ترانه های خودم شدند. والیبال، فوتبال و پینگ پونگ و بیلیارد هم ورزش های روزمره من بودند. تابستان ها نیز شنا در استخر های شهر به این گروه افزوده می شد. هنگام هم که در کناره های دریای مازندران به سر می بردم، آب بازی در آن دریای خودی روز و شب نمی شناخت. رفت و آمد با دوستان پسر بیشتر با کلنجار رفتن بر سر یک توپ و یا زور آزمایی در پینگ پونگ و بیلیارد می گذشت. با دوستان دختر چون این خشونت بازی ها نبود. دختر همسایه اینک که هر دو چند سالی بزرگتر شده بودیم، به جای آینه بازی، نام نویسی و دیدارهای رو در رو را برگزیده بود. راستش از آن کشش دیرینه را به او از دست داده بودم. شاید برای آن که از ویژگی های نوجوانی این است که در باغ زندگی گلهای دیگری را هم باید می بوییدی تا دانشی از گلستان پیدا کنی و دلنشین ترین آنان را برگزینی. هرچه من سردتر می شدم او بیشتر پای پیش منهاد. من یک سر و هزار سودا داشتم. همیشه از آن که به من بیاویزند گریزان بودم. به هرچند از سالها پیش پنجره های رو در رو داشتیم و نمی توانستم بیمهر باشم و نیز نمی توانستم آنچه او می خواست باشم. اینک نشست و برخاست من با پدر بزرگ رنگ و بوی دیگری گرفته بود، چون دو دوست با یکدیگر روزگار می گذراندیم. او هیچگاه چون یک کوچکتر با من گفتگو نکرده بود، چه برسد به اکنون که به گفته خودش موی محاسن می تراشیدم. من درباره همه چیز با او می توانستم گفتگو کرد مگر بازی گوشی هایم. پدر بزرگ از زمانی می آمد که در آن پسر و دختر ندیده با یکدیگر زندگی زناشویی آغاز می کردند و تا واپس این دم با یکدیگر می‌ماندند. من اما در آن روزگار پرنده یک بام نبودم و آسمان جولانگاهم بود. با این همه چند بار با مهربانی به من یادآوری کرد که کسی را نیازارم و دلی را نشکنم. درس‌های ریاضی هنوز به هدر دادن زمان من مشغول بودند. 3 ماه نخست و دوم آنچنان شمارش نمره‌هایم کم بود که در پایان سال با مدد نوت‌کشی و دست به دامان شاگرد ممتاز شدن و از او کپی کردن و نمره 19 از 20 گرفتن باز تجدیدی شدم و میبایست تابستانم در اندیشه آزمون دوباره بگذرد که با روزگار و روان من جور در نمی آمد. از دید من آن که به جای پشتک و وارو زدن در استخر هتل ونک یا در کناره‌های دریای مازندران بیارم، من باید می‌پرداختم به آنچه که دوست نمی‌داشتم، ملالی آفریده بود که نگو. داستانی در این باب برایتان بگویم. دوستی داشتم که در دبیرستان البرز درس می‌خواند و از اتاق خانه خود برنامه رادیویی پخش می‌کرد، البته بی اجازه. دستگاه فرستنده‌ای در زیر تخت خواب خود پنهان کرده بود و شب‌ها
برای یک ساعت آهنگهای خارجی روز را به گوش شنوندگانش که بیشتر هم دوره‌های خودمان بودند برساند. نامش سیروس بود. هر شب ده ها تقاضای تلفنی دریافت میکرد و آهنگها را بر روی موج مربوطه جاری میکرد. این چندین ماهی ادامه داشت و چون آن زمان دولت نه کاردانش را داشت و نه دسترسی به این فرستنده، به کارش که بسیار هم خواهان داشت ادامه میداد. زمان امتحان‌های نهایی این دبیرستان که زنده یاد دکتر مجتهدی مدیر آن بود، چند تن از کسانی که چون من دلبستگی به درس‌های ملال‌آور نداشتند، این دوست را در بالاخانه‌ای اشکوب بالایی کافه سه سکه با دم و دستگاه فرستنده نشاندند و خود با گوشی‌های گیرنده سر آزمون رفتند. بنا بود که شاگردی ممتاز که همگی دیده این بیشترشان پس از 10 دقیقه برگه آزمون را بر میز ممتحن می‌گذارند، رونوشت پاسخ‌ها را به بالاخانه برده و گوشیداران آنچه می‌شنوند را بر برگ‌های خیش بنویسند. همه چیز به خوبی پیش رفته بود تا آنکه رادیوی ترانزیستوری دکتر مجتهدی آنچه پخش می‌شد را از بد روزگار به گوش این مرد سختگیر رسانده بود. آشفت بازاری شده بود که بیا و ببین. همگی رفوزه شدند. از بخت بد این داستان زمانی بود که من هم باید شهریور برگ سیاه می کردم، ورنه بنا بود همگی از فرستنده بهره بگیریم. راه شمال در پیش داشتم. مشتی آب از آبشار سیاه بیشه بر روی زدم و در آن خنک‌های کوهستانی چشم به زیبایی‌های سرزمینم دوختم. مارپیچ جاده بر کمرکش کوه خزیده بود. ده ها رنگ زیر پایم گسترده بود، رنگ هایی که به روی پرده کشیدن آن تنها در توان نگارگری توانا می توانست باشد. بوی نم و سبزه همه جا پخش شده بود و گرمای آفتاب پوستم را نوازش می کرد. با خود اندیشیدم چه میهنی دارم که به هر چهار گوشه اش از این زیبایی ها فراوان است. نسیم البرز بر جوانیم میوزید. آن روزگار گمانش نیز برایم دشوار بود که روزی از دیار خود دور باشم و هر کجا که میروم نه خورشیدش آفتابی آشنا باشد و نه نسیمش به پرنیان گونگی روزها. باز هم خواهم گفت. من کیستم؟ از جنس چیستم؟ اهل شادی یا آن که در از عشق گرمم یا که دل سرد؟ اهل آبم یا آن که خاک از زمینم یا از افلاک؟